به نام خداوند دادگستر و مهرپرور و با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بیننده خوب برنامه شهروند خبرنگار. باز هم خدای لایزال سپاسگزار هستیم که توفیق نکرد تا اینکه یک بار دیگر مهدی راسخ در برنامه شهروند خبرنگار در خدمت شما عزیزان و سروران قرار داشته باشم. امیدوار هستم هر جا که هستین تن شما سالم، روح شما شاد و روزگار هم کلن بر رفق مراد شما باشه و در کانون گرم با خانواده با دنیای از خوشی و خوشحالی سپری کنه. عنوان امشب برنامه شهروند خبرنگار نقش شهروند خبرنگاران و جوانان در حکومت داری خوب انتخاب کردیم. در برنامه امشب مثل همیشه یک مهمان خیلی فعال داریم و در این حال عکس شما، فیلم شما و عکس هفته و همچنین همکارم خانم وندا از موضوعات داغ سیاسی و اجتماعی که در صفحات اجتماعی قلم میزنه در رابطه صحبت خواهند کرد. جا داره که ابراز سپاس و قدردانی کنم از روی دریزای کلاس که مثل همیشه بر برنامه شهروند خبرنگار سوژه ارسال کردن. ما در استدیو شهروند خبرنگار همچنان در انتظار سوژه های شما هستیم. امیدوار هستیم که در هفته آینده از طریق پل ارتباطی ما که دقیقاً صفحه فیسبوک شهروند خبرنگار هست بر ما سوژه ارسال کنید و همچنان دقیقاً اگر برنامه شهروند خبرنگار از دست بدین فردای روز یا فرداهای بعدی میشه که سر بزنین به یوتیوب شهروند خبرنگار یا یوتیوب چکاد فقط شهروند خبرنگار رو سرچ بکنید و اگر علاقمند شنیدن تازه ترین اطلاعات روز هستین و میخواین که از اقصی نقاط دنیا تازه ترین اطلاعات روز جهان و همچنین منطقه و در این حال افغانستان معلومات پیدا کنین میشه که سری بزنین به www.chekad.tv. همواره این وبسایت در خدمت شما قرار داره و شما میشه که تازه ترین اطلاعات از اونجا به دست بیارین. دقیقا در رابطه حکومت داری خوب همه میفهمین که حکومت داری خوب یک فرایندی هست که به واسطه او دقیقا مؤسسات دولتی به اداره امور میپردازن و دقیقا موضوعات عمومی مدیریت میکنن. حکومت داری خوب متاسفانه مثل سایر موضوعات دارای یک سلسله چالش ها هست که در افغانستان میتونن موضوعات امنیتی، موضوعات سیاسی، موضوعات فرهنگی، موضوعات اجتماعی و اقتصادی دقیقاً و مداخلات خارجی از جمله مهمترین چالش های حکومت داری خوب در افغانستان محاسبه بشه. درباره موضوع حکومت داری خوب و اینکه جوانان چه نقشی میتونن بازی کنن در حکومت داری خوب و تا به حال چه نقشی رو داشتن و در این حال توقع شهروندان از حکومت چیست برای اینکه جوانان نقش بدن در اینکه در حکومت داری خوب سهم داشته باشن، مهمان برنامه امشب ما بیشتر صحبت خواهند کرد. ما هم دیگه میریم به استقبال مهمان ها، اما قبل از او یک میان برنامه کوتاه داریم. سلام مجدد و باز هم شما رو خوش آمدید میگم. سپاس از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه شهروند خبرنگار بودید. خب اون قسمی که گفتم میریم با هم دیگر به استقبال مهمان خوب و حرفای زیبای مهمان
برنامه امشب شهروند خبرنگار با هم دیگر میشیم. آقای ایدریس جان تاجیک، شما رو به برنامه شهروند خبرنگار خیلی خوش آمدید میگم. خیلی خرسند هستیم که امشب شما رو در استودیوی چکات داریم. امیدوار هستیم که بتونین با هم دیگر برنامه رو به خوبی پیش ببرین. آقای ایدریس، میشه که آقای ایدریس تاجیک ببخشین، میشه که خودت در ابتدا به بیننده ها بیشتر معرفی کنین و یک سلام گرمی هم تقدیم کنین تا اینکه بیننده ها با شما بیشتر خوب بگیرن. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما و بینندگان گرامی که ما را صفات تلویزیون خود دنبال میکنن. ادریس تاجیک هستم، دانشجوی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه هرات و عضویت چندین نهاد غیر دولتی در سطح هرات و کشور دارم و همچنین عضو تیم حقوق بین الملل عمومی که یک محکمه تمثیلیه در دانشگاه هرات، عضو او تیم هم هستم و رهبر تیم شبیه سازی همین دانشگاه است. بسیار عالی. آقای تاجیک عزیز، اما قسمی که عنوان برنامه حکومت داری خوب هست، میخواستم از دید شما بفهمم که دقیقا جوانان چقدر میتونن در حکومت داری خوب نقش موثر داشته باشن؟ خب ببینین، جوانان به عنوان یک نیروی محرک داخل هر جامعه، نه تنها افغانستان، در همه امور همو جامعه یک نقش مفید و بارز دارند. و در خصوص حکومتداری خوب، ما داخل افغانستان اگر همین نیروی فکری، نیروی جسمانی جوان دولت بتونه به گونه احسن و به گونه خوب استفاده کنه، طبعا همو حکومتداری هم رو به بهبود و رو به عملکرد بهتر پا میذاره. شما به طور مثال ببینین، اون نسلی که قبل از ما بوده، نسلی که حال به گونه پا به کانسالی گذاشته، حال اون فکر از اونا با تکنولوژی امروزی و با جهان امروزی همگامیه، ولی فکر می جوان می که 20 سال سن منه، طبعا با تکنولوژی و دنیای مدرن امروزی همگام تره و زمانی که ما با تکنولوژی و دنیای امروزی آشنایی بهتری داشته باشم، طبعا می توانم به دولت در خصوص حکومتداری خوب و بهبود حکومتداری کمک بهتری داشته باشم. میتونم یک سری نظریات جدید، یک سری طرحهای جدید و یک سری اعمال بهتر جهت بهبود حکومتداری ارائه بدم به دولت. بسیار عالی. آقای تاجیک، به باور شما تا به حال چقدر به جوانان سهم داده شده تا که در حکومتداری خوب یا در حکومت افغانستان کار بود؟ خب متاسفانه داخل حکومت افغانستان ما به اون نحوه که باید جوانان روی کار باشن نیان، ولی به گونه‌ای هم خوشبختانه در چند سال اخیر از زمانی که آقای غنی به منصب ریاست جمهوری رسیده، جوانان به گونه یک نقش بارزتر پیدا کردن. ما میتونیم یک مثال بارز از آقای حمدالله محب، مشاور امنیت ملی بزنیم، میتونیم مثالی از سید وحید قتالی، رئیس دفتر اداره امور ریاست جمهوری مثال بزنیم. ولی خب به اون نحوه که باید باشه، به اون نحوه که باید جوانان در تمام عرصه‌ها حضور داشته باشن و او قشر سال خورده به گونه ای کنار گذاشته بشه، ما دیگه اون نقش رو نمیتونیم ببینیم. بهتر شده نسبت به دوره‌های قبلی، ولی خب به او حد الان نرسیده. البته ما نباید آنچنان هم انتظار داشته باشیم که به صورت یک دفعه ما گام‌های زیادی جهت حضور جوانان در حکومت داشته باشیم. هرچند باشه افغانستان 40 سال در جنگ سوخته و خب جوانان هم به گونه نیمانیم خارج از کشورن، فرار مغزها داشتیم ما و حال به گونه در حال بازگشت به کشورن. خب حال حکومت میتونه با استفاده از همین جوانان یک آینده بهتر برای دولت افغانستان ترسیم کنه. یعنی به باور شما آیا میتونه که حضور جوانان قناعت بخش باشه یا خیر؟ شما گفتین که در این حال افراد کم حضور دارن در نهادهای حکومتی و در این حال افرادی که حضور دارن کم حضور دارن، علت هم جنگ هست و جنگ های گذشته عامل شده. و شما فکر میکنین با وجودی جنگ های گذشته، آیا این حضور جوان ها میتونه قناعت بخش باشه؟ خب اگر راستی بخوایم، نه، مطمئن باشیم که این سطحی که جوانان فعلا حضور دارن خیلی کمه به نظر من. ما معتقد بر اینم، میتونه نظریات دوستان متفاوت باشه، ولی خب گفتم، هم دوباره تکرار میکنم، نسبت به گذشته بهتر شده. امیدواریم که از این هم بهتر بشه. ما در سطح ولایت هرات، شاید در مقامات بلند دولتی، در مناسب سیاسی، در مقام‌های سیاسی، قشر جوان خیلی کم حضور پیدا کرده. ولی شما اگر نگاه کنین داخل همین پارلمانی که امسال از هرات نمایندگی میکنه، ما تعداد زیادی جوان داریم. تعدادی از نمایندگان دارن که با عنوان قشر جوان وارد پارلمان شدن. ای خود نشون میده که جامعه افغانستان و حکومت افغانستان به دنبال بهبود حضور
حضور جوانانه و امیدواریم که در سالیان بعدی هم بهتر از این بشه. شما میگین که جوانها در ادارات بسیار سهم پایینی دارن و کمتر در صحنه های سیاسی دیده شدن. درست. شما فکر میکنین چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه که جوانها در صحنه های سیاسی کمتر حضور دارن؟ خب یک از دلایلی که گفتم میتونه جنگ باشه، چون بله. جوانان نیمانیم بیرون شدن، به طور اگه خواسته باشه یک آمار تخمینی بدیم، یک تعداد زیادی از قشر جوان مهاجر شدن و بیرون از کشور رفتن. یک دلیل دیگه هم میتونه باشه که متاسفانه افرادی که فعلا دارای مناصب دولتی هن به گونه دل اینو نمای همچایکی که دارن رها کنن. شما ببینین اگر واقعا یک شخص که به اندازه کافی کار کرده، به اندازه کافی به دولت خدمت کرده و حال نوبت جوانه، باید راهر به جوان بده، باید چایکیر به جوان بده تا جوان بتونه از زود چایکی استفاده کنه و به کشور خود خود خدمت کنه. ولی متاسفانه این اشخاص قصد ترک همون چایکیر نداره. یک دلیل میتونه وابستگی افراد قدیمی به چایکیر خود خود باشه. یک دلیل هم که گفتم جنگ میتونه باشه. و یک دلیل دیگه هم میتونه ای باشه که جوانان نسبت به آینده امیدوار نیستن. من جوان امروز دارم دانشکده حقوق درس میخونم، ولی یک چیزی که به من تلقین میشه که خب تو بعد از 4 سال درس خوندن فارغ میشی و بیکار میمونی، خب من هم تصمیم میگیرم از این کشور بیرون برم. به طور مثال، هرچند من همچین فکر ندارم، خب پس این باعث میشه که دل من زده بشه و دیگر به دنبال از این نباشه که ده تا جهت رسیدن به چوکی های سیاسی و دولتی تلاش کنم. و شما فکر میکنم که جوانایی هستن که در گفتمان بهبود حکومتداری محلی اشراک کردین، میخواستم بیشتر بفهمم که چه طرحی را کردین و چه نتیجه‌ای به دست آوردین؟ خب در خصوص گفتمان بهبود حکومتداری محلی، البته اگه قبل از اون یکم توضیحات بدم بهتر خواهد بود، این گفتمان از طرف ریاست اداره ارگانهای مستقل محل در زونهای مختلف کشور برگزار میشه که از قضا ولایت هرات و زون غرب اول بود، یعنی زون اولی بود که برگزار میشد. از این قرار بود که یک تعداد طرح‌ها، یک سری اعلانیه‌های پخش کرده بودند که جهت بهبود حکومتداری محلی از دانشجویان، آکادمیان و اساتید و بقیه عزیزانی که در این قسمت دستی دارند طرح‌هایی دریافت می‌شد. و بعد از گزینش طرح‌ها توسط کمیته ولایتی، این طرح‌ها در مقابل هیئتی که از کابل تشریف آورده بودند، والیان خوست، والیان لغمان، معاون والی فرا و تعداد دیگر از اشخاص بزرگ دولتی ارائه می‌شد. در ولایت هرات یک چیز حدود 82 طرح ارائه شده بود، یعنی به ارسال شده بود. از بین هزی 82 طرح در حدود 15 طرح به عنوان طرح‌های برگزیده جهت ارائه در سمینار انتخاب شد که البته این 15 طرح یک سری مراحل طی کردن تا انتخاب شدن. خوشبختانه بنده و هم تیمی خانم پرسیلا صدیقی 2 طرح داده بودیم که یک طرح در خصوص ساخت ایستگاه‌های وسایل نقلیه عمومی بود و یک طرح دیگه هم مرکز نگهداری و مراقبت از کنسالان بود. طرح ساخت ایستگاه وسایل نقلیه ما توانست جز 3 طرح برتر قرار بگیره که این 3 طرح به مرکز ارسال میشه و در کنفرانس ملی حکومتداری محلی ارائه میشه. و طرح نگهداری از کنسالان تونست جز 5 طرح برتر، یعنی 6 طرح برگزیده داشتیم که یه طرح ما 5 شد که در صورتی که دیگر زونها طرح نداشته باشن، طرح خوب نداشته باشن، این طرح ما جایگزین میشه. یعنی امکان از اینکه این طرح ما هم به گونه ای به کنفرانس ملی به راه پیدا کنه هسته. و این کنفرانس در چند یک هفته قبل که اشتباه نکنم برگزار شد، بودن 15 تیم ارائه دادن طرح‌های خود رو و بعد از رأی گیری توسط داوران از جمله اساتید دانشگاه هرات بودن و همچنین داوران که از کابل آمده بودن ارائه دادن و طرح‌ها انتخاب شدن و تونستم که همون مقام ما بیاریم. و جای خوشحالیه که خود دانشکده حقوق هم، یعنی یک چیز حدود 7 طرح از دانشکده حقوق در بین 15 طرح برتر بود که خوشبختانه 3 طرح ما جز 6 طرح برگزیده آمد، یک طرح ما کسب مقام اول کسب کرد که واقعا جای خوشحالی برای دانشکده حقوق. بسیار عالی. بعد شما گفتین که در طرحی که شما ارائه کردین 2 نفر بودن یا بیشتر بودن؟ در طرحی که ما ارائه کردیم 2 نفر بودن، یعنی طرح ما کار تیمی داشتیم. طرح اول هم ایستگاه وسایل نقلیه و ساخت مرکز نگهداری از کنسالان، هر 2 طرح ما به صورت گروهی کار کردیم، یعنی 2 نفره کار کردیم و هر 2 طرح ما کامیاب شد. بسیار عالی. و درباره طرح
که ایستگاه وسایل نقلیه هست، میخوام جزئیات بیشتر بفهمم و در این حال طرح یک خانه برای افراد کهنسال. خب در خصوص ایستگاه وسایل نقلیه، خب ما شما داخل ولایت را تعداد زیادی از مردم ما از وسایل نقلیه عمومی استفاده میکنه. بله. خب شما اگه دمچاک شهر نو بریم میبینی یک جمعیت زیاد معطله، بعد هیچ جای برای نشستن نیه، یک فلان کوچ، یک میلی بس هر جا که دلیل ما استاد میشه. طرحی که ما داده بودیم از این قرار بود ما با ایجاد یک کمیسیون 5 نفره، یک گروه 5 نفره، مکانهای مناسب برای ساخت همین وسایل ایستگاه مد نظر میگیریم. بعد از اینکه اینا رو مد نظر گرفتیم، ایستگاه‌ها در همون مکان‌های مناسب ساخته میشن و هزینه‌ای برآورد کرده بودیم و در حدود 95 ایستگاه که 80 ایستگاه مختص به خود شهر هرات بود و 15 ایستگاه مختص به ولسوالی‌های هرات بود، ایستگاه‌ها ساخته میشن و همین فلان کوچ‌ها و وسایل نقلیه عمومی میلی بس‌ها دیگه به جای از اینکه هر جایی که دلینو خواست بستکن در همون ایستگاه‌های مشخص شده توقف می‌کنن و مسافرین رو سوار می‌کنن و مقصد می‌رسونن. این طرح ایستگاه وسایل نقلیه. البته جزئیاتی خیلی بیشتر از اینا، ولی چون فرصت نیست سعی می‌کنم که خلاصه کنم. و در خصوص مرکز نگهداری کهنسالان داخل ولایت هرات، ما تعداد زیادی از قشر سالخورده دارن که متاسفانه از طرف خانواده‌ها یا ترک شدن و یا هم با مشکلات اقتصادی روبروان که توانایی مراقبت از خود ندارن. در این مرکز که این طرح که ما داده بودیم، ما با ساخت ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی به کهنسالان در دراز مدت و کوتاه مدت ما به سه قسمت تقسیم کرده بودیم، کسایی که تا آخر عمر نیاز بود که اونجا باشن، کسایی که به طور موقت نیاز بود باشن و کسایی که نیاز بود تا به طور مثال در شبانه روز نیمی از شبانه روز باشن تا پسران اینا فرزندان اینا از وظایف برگردن. ما تمام هزینه‌ها رو برآورد کرده بودیم، و در سه ولایت برای اول در آزمایشی در ولایت هرات و بعد از او در کابل و مزار شریف ساخته میشه و اگه بازدهی لازم رو داشته باشه در دیگه ولایت هم ساخته میشه. هزینه ها برآورد کرده بودیم و پزشک، روانشناس، راننده، پرستار یا نرس و به گونه مثلا نظافتچی، تمام اینا رو سنجیده بودیم و داخل تر گنجانیده بودیم که همین مرکز ما اینا رو داشته باشه. بسیار عالی. و به نظر شما، شما فکر میکنین آیا طرحهای شما از طرف حکومت به جا در خواهد آمد؟ در خصوص طرحا، خب ببینید من گفتم که قرار طرحا به کنفرانس ملی بره، یعنی مجددن قرار است در اونجا ارائه باز باشن. کنفرانس ملی انشاءالله اگه خداوند یاری کنه اونجا هم ما ارائه میدیم طرحا، و در صورتی که مورد تایید کمیته داوری کنفرانس ملی قرار بگیره طرحا به ریاست جمهوری تقدیم میشه. ریاست جمهوری هم طبعا با تایید و طرحا و سنجش اونها تعدادی از اونها رو به اجرا میذاره. یعنی ما امیدواریم که طرحهای ما به او قسمت برسه و ما بتونیم که طرح رو پیاده کنیم. و شما به جریان هستین که قرار است از مجموعه چند طرح حکومت میخواد بله. کنه؟ ما خب 8 زون داریم در افغانستان. از این 8 زون هر زونی 3 طرح میره، همونطوری که اول گفتم 3 طرح میره به کنفرانس ملی، میشه جمعاً 24 طرح. ولی تا جایی که من خبرم نمیتونم دقیقاً بگم، فکر کنم از این 24 طرح در حدود 10 طرح به اجرا گذاشته میشه و رئیس جمهور اونا امضای اجرایی شدن آنها رو امضا میکنه. بسیار عالی. و به نظر شما شهروند خبرنگاران به عنوان یک قشر پویای جامعه چه نقشی میتونن در حکومت داری خوب بازی کنن؟ خب شما ببینین شهروند خبرنگار خودی یعنی که یک شهروند نقش خبرنگار بازی میکنه. وظیفه خبرنگار چیه؟ وظیفه خبرنگار اینه که مشکلات جامعه، نارسایی های جامعه رو انعکاس بده. طبعا من به عنوان یک شهروند زمانی که بیرون میشم یک جا یک مشکل میبینم، با گرفتن یک فیلم کوتاه میتونم و ارسالی به برنامه شهروند خبرنگار شما میتونم همون مشکل رو به گوش دولت برسونم، میتونم به گوش حکومت محلی، به گوش والی و مقام ولایت برسونم و این میتونه مفید واقع بشه. به گونه ای ما با انعکاس دادن مشکلات که در جامعه وجود داره وظیفه خود رو اجرا میکنه. اطلاع رسانی در خصوص مشکلات چیزی که داخل جامعه ما جای افتیده فکر میکنن فقط مختص به خبرنگارانه، انعکاس مشکلات فقط مختص به خبرنگارانه، ولی در اصل ای ما تمام شهروندان کشور وظیفه داریم تو همین مشکلات رو به گوش دولت و دولت مردان برسونیم و برنامه شهروند خبرنگار به نظر من یک پلتفرم و یک مکان مناسب برای عملی کردن این طرح. ممنون شما. به عنوان آخرین سوال،
میشه بگین که توقع شما از بونان یک جوان، بونان یک جوانی که واقعا چندین طرح دادین با یک تیم و در این حال دانشجوی حقوق و علوم سیاسی هستین و نقد دارین از این حکومت که سهم شما کم هست، میخواستم بفهمم که چه توقعی و چه گفتنی برای حکومت دارین؟ به عنوان یک جوان، یک کسی که داخل همه جامعه بوده، دردهای همه جامعه کشیده، پیشنهاد ما به دولت اینه که سعی کنه از نیروی جوانان، از نیروی فکری و جسمانی جوانان استفاده بهینه بکنه، چون این جوانانن که میتونن آینده ای کشور بسازن. من انتظار دارم تا دولت با مطالعه دقیق طرح‌ها، من نمیگم طرح هر چیش بسته تایید کنه، با مطالعه دقیق طرح‌ها طرح‌های خوب و برگزیده انتخاب کنه و به اجرا بذاره. خود از این باعث میشه تا همو طرح‌های ما اجرا بشه و دولت به گونه‌ای به سمت بهبود حکومت داری بره. ممنونم شما، خیلی خوشحال شدیم که شما رو در برنامه شهروند خبرنگار داشتیم. سپاس از شما و بینندگان عزیز، امیدوارم که همیشه خوب و سلامت باشید. ممنون شما خودم. و همچنین سپاس از شما بیننده خوب که تا این لحظه بیننده برنامه شهروند خبرنگار بودید. میریم با هم دیگر عکس شما رو تماشا میکنیم و باز هم به ادامه برنامه میپرسیم. بدون شهر این هم عکس ارسال یکتن از شهروند خبرنگاران از خرابی جاده در قندهار. بی توجهی به محیط زیست. خود عکس به اندازه کافی گویا هست. ارزش جایگزین خوبی به جای جنگ. پلیسوالی های هرات رنگین تر از هر وقت دیگری. بی توجهی به قوانین ترافیکی. این هم وضعیت وسایل تفریحی در پارک‌ها و اماکن عمومی. شهر بیشتر این عکس رو به عهده شما می‌گذاریم. خود عکس به اندازه کافی گویا هست. سلام مجدد و باز هم شما خوش آمدید میگم. سپاس از اینکه تا لحظه بیننده برنامه شهروند خبرنگار بودید.
اما قسمی که به جریان هستی در این قسمت برنامه قرار است که با همکارم خانم وندا صحبت داشته باشیم. خانم وندا سلام، شب شما بخیر و باز هم شما رو بسیار خوش آمدید میگم. درود و مهر حضور شما آقای راسخ و همه بیننده های خوب برنامه شهروند خبرنگار. خوشحال هستم که در یکی دیگر از برنامه با مروری بر فضای مجازی در این برنامه با شهروند خبرنگاران. سپاس از شما خانم ونداب. از شما میشنویم که در صفحات اجتماعی چه بحثای داغی در این هفته صحبت شده و موضوعات. طبق مروری که من در فضای مجازی خب حال پلتفرم های مختلف داشتم، دو موضوع عمده‌ای که نظر همه استفاده کننده های فضای مجازی و شهروندان رو با خود به همراه داشته و نقطه عطفی بوده، یک مسئله بحث انتخابات مجلس نمایندگان هست که بعد از چالش های بسیار فراوانی بالاخره مجلس نمایندگان افتتاح شد و انتخابات از او هم برگزار شد، و مسئله دیگه بحث پایان مدت زمان بله رسمی حکومت وحدت ملی هست که در اول جوزا به پایان میرسید و به نحو آقای غنی و آقای عبدالله باید از حکومت کنار میرفتن. و موضوعی که قرار هست در این برنامه به او بپردازیم به دلیل بود بیشتر شهروند خبرنگاری از او، به دلیل از اینکه نظر بیشتر مردم رو طی هفته با خود به همراه داشته، بحث انتخابات مجلس نمایندگان هست. انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس نمایندگانی که فعلا افتتاح شده 17مین دوره 17مین مجلس هست که طی هفته گذشته انتخابات هیئت مدیره و یا هیئت رهبری مجلس نمایندگان برگزار شد. در تصاویری که اگر همکارای بخش تکنیک ما نشر کنن، در تصاویر ما می‌بینیم که در نخست روز اول 4 نفر کاندیدای ریاست پارلمان بودند و سپس از این 4 نفر 2 نفر با بلندترین رای، آقای میررحمان رحمانی از ولایت پروان با 75 رای و آقای کمال اصولی با کسب 69 رای 2 فردی بودند که پیشتاز بودند در این انتخابات. انتخابات به دلیل از اینکه 50 به علاوه 1 پره نشد، نصاب پره نشد، کشیده شد به دور دوم و یا هم به مرحله دوم. به مرحله دوم انتخابات بین آقای میررحمان رحمانی نماینده مردم پروان و آقای کمال اصولی نماینده مردم خوست برگزار شد. بعد از ختم، یعنی در روزی که انتخابات قرار بود برگزار بشه، تعداد حاضر نمایندگان در مجلس 247 نفر بود که بر اساس آن چیزی که نصاب هست، اگر بر اساس تعداد وکلایی که در مجلس حضور دارن 50 به علاوه 247 میشه 123 و به علاوه 1 میشه 124، یعنی رئیس باید 124 رای بگیره که رئیس پارلمان شه. این نظر به تعداد وکلایی هست که در سالن حضور دارن. بعد دیگه بحث نظر به تعداد آرایی که استفاده میشه، یعنی ممکن است از کسایی که در این تالار هستن نخواسته باشن رای خود به صندوق بندازن، رای خود قاط کنند و به جیب خود بمانند. اگر نظر به این مسئله ببینیم، خود طبیعی هست که نظر به آرایی که استفاده شده به داخل صندوق انداخته شده 50 به علاوه 1 حساب میشه. حالا آنچه که در انتخابات مجلس نمایندگان رخ داد این بود که 247 نفر در مجلس حضور داشتند، اما 244 تا رأی از صندوق کشیده شد، یعنی این که به تعداد 3 نفر دیگه اصلا در انتخابات اشتراک نکردند. و حال تصمیمی که گرفته شد این بود که 50 به علاوه 1 یا نصاب از روی آرای استعمال شده تعیین بشه، یعنی این که 122 میشه به علاوه 1 123، که در این انتخابات آقای میررحمان رحمانی نماینده مردم پروان 123 رای گرفت و به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد و آقای کمال اصولی با گرفتن 55 رای کسی هست که در این انتخابات مغلوب شده. حال چیزی که باعث شد نزاهایی که ما در تصاویر میبینین، زد و بندهایی که در مجلس نمایندگان به پیش آمد، چی باعث شد که این زد و بندها وجود بیه؟ طرفدارای آقای اصولی با این نتیجه موافق نبودند، بلکه اونا موافق این بودند که نصاب بر اساس تعداد نمایندگان حاضر در مجلس انتخاب باشه، یعنی آقای رحمانی باید 124 رای میگرفت که رئیس پارلمان میشد، اما آقای رحمانی 123 رای بر اساس 50 به علاوه 1 آرای مستمل شده رئیس پارلمان شد. روز اول طرفدارای آقای اصولی در زمان انتخابات آقای رحمانی را نمیگذارند که به چوکی ریاست بشینه و این انتخابات را قبول نمیکنند و این باعث یک درگیری در خود فضای مجلس میشه. روز بعد از او
دروازه پارلمان قفل میشه و از اونجا که ما نقل قول خانم ناهید فرید یکی از نماینده های مردم هرات در مجلس نمایندگان هم داشتیم در برنامه های قبلی خود، این بود که دروازه مجلس قفل میشه و از طرف طرفداران آقای اصولی برای آقای رحمانی و طرفداران اجازه داده نمیشه که به داخل دروازه پارلمان برن و سپس دروازه پارلمان شکسته میشه و یک نزاع دیگه دوباره صورت میگیره. و مرحله آخر ویدیوهایی که در فضای مجازی منتشر شده این هست که بالاخره درگیری فیزیکی بین طرفدارای آقای اصولی و طرفدارای آقای رحمانی در مجلس صورت میگیره که از او جمله یکی از کسایی که این روزها بسیار مورد بازخواست مردم و یا هم که واکنش مردم را نسبت به خود خوب برانگیخته کسی به نام آقای ذوالمحمد ذوالمین نوری هست، یکی از نماینده‌هایی هست که در او فضا با همو رویه خشونت آمیز اگرچه در دفاع از خود خوب و به معنی اعتراض بوده اما نظر به کلمات بسیار رکیکی که استفاده فاده شده مورد نکوهش قرار گرفته. خب این تا اینجای ماجرا هست. بله. بعد از این که 123 رأی اعلان میشه که آقای رحمانی رئیس پارلمان شد، مشخص میشه که دو رأی دیگه در صندوق وجود داشته، یعنی این که 244 رأی نبوده بلکه 246 رأی بوده و طرفدارای آقای اصولی هم همینه میگن که دوباره باید نظر به این آرای که مستعمل شده و دو رأی دیگه بعداً پیدا شده، اگر حتی نظر به این هم بررسی بشه آقای رحمانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب نشده چون باید حداقل 123 علاوه یک رأی میگرفت. خب این باعث در گرفتن نزاهای زیاد، پخش تصاویری از نزاهای نماینده های منتخب مردم در پارلمان میشه و واکنش استفاده کننده های فضای مجازی و شهروندان هم با خود به همراه داشته. از جمله واکنش هایی که با خودم را داشته این بوده که همیشه انتخابات اگر ریاست جمهوری بوده، اگر شورای ولایتی بوده، اگر انتخابات پارلمانی بوده، بر اساس حق نبوده، بر اساس حقیقت نبوده، بلکه بر اساس معیارهای قومی و معیارهای نژاد پرستانه بوده، اینکه قوم تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک و یا کی باید ریاست پارلمان را بگیره و نظر به همین چیز هر بار به نزاع کشانده شده. در این قسمت از برنامه اگر وقفه ندارین میشه که ما صحبت خود ادامه بدیم و یک کلیپ بر همکارای تکنیکی ما نشر بکنم. بله با اجازه شما میریم هم دیگر فیلم شما رو تماشا میکنیم و باز هم بدیم برنامه برسیم و سپاس از این که تا این لحظه بیننده برنامه بودید. میریم هم دیگر فیلم شما رو تماشا میکنیم و باز هم بدیم برنامه برسیم. فیلم شما را با همدیگر تماشا کردیم و سپاسگزار هستیم از شهروند خبرنگاری که برای ما این سوژه بسیار قشنگ ارسال کرده بودن. باز هم در ادامه برنامه میپردازیم به حرفای خانم وندا ببینیم که نتیجه این بحث و جدالهای پارلمان چه شده. بسیار سپاس. در قدم نخست از همکارای بخش تکنیک تقاضا میکنم که یک ویدیویی که مربوط به رئیس موقت پارلمان هست که آقای عطا محمد دهقانپور نماینده مردم غور هستند و اینها این شخص به رئیس به عنوان رئیس موقت پارلمان تعیین شده بود، کسی هست که نتیجه نهایی پارلمان را اعلان کرد و اینکه آقای رحمانی رئیس هست و استدلال این فرد این بود که بر اساس ماده 71 اصول وظایف داخلی روسی جرگه نصاب آرا از روی رأی استفاده شده نه حضور. به همین دلیل پای ورقه‌ای که آقای رحمانی رئیس هست این شخص امضا کرده. ویدیو و صحبت‌های خود این نماینده می‌بینیم و سپس بحث را ادامه می‌دیم. نه تهدیدای هست متوجهمه، تهدیدای متوجهمه بوده ولی این معنی نداره که من به پارلمان نرفتم. من جز یک روز اول که زیاد خسته بودم، واقعا خسته بودم، خسته نه که از کار، خسته نکی از گب زدن، خسته از موزیگیری و کلاه محترم، خسته از نمایندگان معزز ملت.
من ازی خسته بودم، به این متعصب بودم، روز خانه بودم، فرداش مرفت. کسایی که بیشتر از هر کس مرا دشنام زده بودند، کسایی که بیشتر از هر کس مرا ناسزا گفته بودند، همه آمدند مرا عذرخواهی کردند. کسایی که همه به نام فرزند یک تیم فلان تیمی که به اصطلاح ما بودیم به سمتی اصولی بود، همه آمدند پهلوی من مرا فرزند از ما عذر خواستند. شش هفت نفر دور ما جمع شدند، هر کس که می آمد می خندند می گفتند ما امنیت رئیسی گرفتیم. ما فیلن دولوسی جرگه که امروز رفتم کسی نبودی که نمده باشه از ما تشکر نکرده باشه. ما صادقانه راه رفتم، مطابق اصول راه رفتم و از کسی باکم ندارم و تا که زنده هستم معیار ما اصول است، معیار ما قانون است، دیگه معیار ما ندارم و هیچ معیارم نمیشناسم. و آنچه که از صحبت‌های آقای دهقانپور هم که شنیدیم واضح هست، این هست که چرا فعلا بحث رئیس مجلس نمایندگان نامعلوم است، به دلیل از اینکه دو رأی یافت شده باید بر اکثریت آرا ثابت شه که این رأی باطل است و یا خیر این رأی به عنوان رأی استفاده میشه. اگر این رأی ها باطل بشه آقای رحمانی به عنوان رئیس هست و اگر این رأی ها باطل نشه طبیعی هست که انتخابات باید دوباره برگزار بشه، به دلیل از اینکه هیچ یک از نمایندگان 50 علاوه 1 پر نکردند. و اما آنچه که چرا آقای دهقانپور نماینده مردم غور به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شده، چون یک تعداد آدم ها گفته بودند که کسایی که استفاده میکردن فضای مجازی و نظر داده بودند، این افراد گفته بودند که چرا یک فرد بی سواد به عنوان رئیس موقت تعیین شه، چرا این شخص نجات پرست بوده، نظر به نجات پرستی رئیس موقت شده و به نظر به همین مسئله رئیس را تعیین کرده. بر اساس آنچه که اصول خود پارلمان هست اینه که کسی که محسن‌ترین فرد در بین نمایندگان هست به عنوان رئیس موقت انتخاب میشه و دو فردی که به عنوان کوچکسن‌ترین افراد در مجلس نمایندگان هستن به عنوان منشی و نایب منشی مشخص میشه. و آقای دهقانپور نظر به این که 68 سال عمر داشت و مسن‌ترین فرد در مجلس نمایندگان بود به عنوان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد. و میخواستم بفهمم که در آخر دقیقا چه نتیجه شد؟ آیا تا به حال نتیجه مشخص شده که واقعا رئیس پارلمان چه شخصی باید باشه یا هنوز هم درگیری ها وجود داره؟ دقیقا همین مسئله ای که این دو رأی ثابت بشه که رأی باطل هست و یا نه رأی مورد استفاده هست، این سرنوشت انتخابات رو مشخص میکنه. و در طی این هفته جاری ما میبینیم که خب حال اکثریت آرا چه تصمیم میگیره و آیا مجلس نمایندگان باز مثل مجلس های قبلی روند انتخاب هیئت اداری از او به درازا میکشه و یا خیر بر اساس تفاهم وحدت و اتفاقی که نمایندگان دارن تصمیم میگیرن و بالاخره رئیس خود مشخص. ممنون شما. اگر درباره موضوع بحث دیگه هم که در فضای مجازی مطرح شده بوده صحبت بندازیم در پایان حکومت وحدت ملی خیلی خوشحال میشیم. حتما یک مرور کوتاهی هم به اون مسئله میکنین و بعد از دیدن وقفه صحبت خرجم بندی میکنین. آنچه که در رابطه با مسئله پایان یافتن حکومت وحدت ملی ذکر شده این هست که تمامی کسایی که در عضو شورای نامزدان ریاست جمهوری هستند، به شمول آقای اطمر، به شمول آقای عطا محمد نور، به شمول آقای نبیل، همه این افراد به نحوه حکومت کابل فعلا نظامی اعلان کردند. حتی من یکی از کلپ های آقای نور رو گوش دادم که آقای عطا محمد نور در اون کلپ خود از همه هواداران خود خواست که به این زورگویی های حکومت که به نحوه میخواد تداوم ببخشه به حکومت فعلی ساکت ننشینند و حتی به سرک ها بیرون چند سرک ها نبسته کنند و به نحوه علیه حکومت یک کودتا کنند تا اینکه این حکومت ادامه پیدا نکنه و سپس اگر حکومت موقت تشکیل میشه و یا هم که کدام نفری به عنوان سرپرست حکومت تعیین میشه تا اینکه انتخابات در میزان برگزار شه و سپس کسی که در انتخابات برنده میشه به عنوان رئیس جمهور کشور افای وظیفه کنه. 12 و یا 13 فرد هستند یا کسایی هستند که در انتخابات مجلس انتخابات ریاست جمهوری خود کاندید کردند و همه این افراد بدون استثنا با ادامه کار آقای رئیس جمهور که توسط استر محکمه تایید شده مخالف است. و عام مردم چه نظری دارند در ارتباط شما در پست ها وقتی تحقیق میکردی نایبی این نظر رسیده بودن که گویا باید رئیس جمهور برکنار بشه و حکومت موقت تشکیل بشه یا خیر اونا به این باور بودن که باید رئیس جمهور تداوم کار خود تا روز انتخابات ادامه بده؟ بله، نظر
نظرسنجی های مختلفی صورت گرفته بود، از جمله در کانال های تلگرام خودم نظرسنجی های رو دیدم، در صفحات فیسبوک از قسمت گزینه نظرسنجی که هست نظرسنجی های مختلفی صورت گرفته بود. تفاوت میکنه نظر به استفاده کننده ها و کسایی که در این کانال ها حضور دارن، که در خیلی از نظرسنجی ها کسانی بودند که رای داده بودند و حکومت نامشروع اعلان کرده بودند و باید گفته بودند که باید حکومت پایان پیدا کنه، و کسانی هم بودند که به این باور بودند اگر حکومت آقای غنی از حکومت کنار بره، طبیعی هست که به این مدت کوتاهی که قرار است تا انتخابات مونده، این حکومت بین چه کسی قرار است تقسیم بشه؟ بین آقای نور قرار است تقسیم بشه، بین آقای عطمر، بین آقای عبدالله، یا بین آقای پدرام قرار است تقسیم بشه؟ نظر به اینکه حکومت بی سرنوشت میمونه، کسایی هم بودن که طرفداری کرده بودن از این نظریه که آقای غنی باید تا ختم اعلان نتایج انتخابات به کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنه. ممنون شما هم و سپاس از شما همچنان که تا این لحظه بیننده برنامه بودید. بریم با هم دیگر عکس حسرت تماشا بکنیم و باز هم بیننده برنامه بودید. بله، عکس هفته هم با همدیگر تماشا کردیم و باز هم در ادامه به خاطر جنبندی عنوانی که خانم بندا مطرح کردن، باز هم رشته کلام به خانم بندا میسپاریم. بسیار سپاس آقای راسخ. در نهایت ما تجربه‌ای که امروز سر نزاع ریاست پارلمان وجود داره در قبل هم داشتیم. دور 16 انتخابات مجلس نمایندگان دقیقاً به درازا کشیده شد. اصولاً انتخاب هیئت رئیسه یا هیئت اداری مجلس نمایندگان همیشه در کشور ما یک پروسه جنجال برانگیز و زمان بر بوده. دور قبل بعد از مدت یک ماه و چهار دور رای گیری به نتیجه نرسیدند و سپس انتخاب و تصمیم بر این شد که بر اساس یک انتخاب مصلحتی رئیس مجلس را تعیین کنند. چگونه شد این که گفتند نمایندگان مردم ازبک در پارلمان 19 نفر بیشتر نیستند؟ نظر به همین مسئله سهم ریاست پارلمان را به نمایندگان مردم ازبک دادند و یک فرد از بین از اینا که آقای عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس اسبق مجلس نمایندگان باشه به عنوان رئیس انتخاب شد. خب حال میبینیم مرور زمان و ما مشخص میکنه که آیا انتخابات دور 17 مجلس نمایندگان هم قرار هست به درازا کشانده شود و در نهایت هیچ انتخاباتی بر اساس آرا نباشه و اگر انتخاب مصلحتی قرار باشه و یا خیر. سپاس از شما خانم بندا و همچنین سپاس از شما که تا این لحظه بیننده برنامه شهروند خبرنگار بودید. تا شب دیگر و هفته دیگر شما رو به خدای رؤوف و مهربان می‌سپارم.